وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. همه ما به نوعی تجربه کردیم از دوران کودکی که نگاه میکردیم به بچه های دیگه که میدیدیم اسباب بازی های بهتر از ما دارن و اعلام میکردیم خوش به حال اونها که فلان اسباب بازی رو دارن. کمی بزرگتر شدیم دیدیم که بعضی ها هستن که خونه های بهتری دارن یا ماشین های بهتری دارن، میگفتیم خوش به حال اونها که خونه بهتر دارن یا ماشین های خیلی خوبی رو دارن. و بعد که بزرگتر شدیم نیازهایی رو که دیدیم اطرافمون هست خیلی جدیتر از اون دوران گذشته است، میگفتیم خوشا به حال فلانی که فلان کار رو داره، فلان مقام رو داره، و چه بسا همین الانم هم یه حسی داریم که خوشا به حال فلانی ها، چرا که تصور میکنیم چیزایی که دارن با ارزشتر از اون چیزایی هست که ما داریم. اما بریم ببینیم خداوندمون عیسی مسیح نیز اعلام میکنه خوشا به حال چه کسی. در انجیل متی 5 از 3 بعد براتون میخونم، اعلام میکنه خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان هست. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال زحمت کشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از ایشان، از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من، یعنی به خاطر عیسی مسیح، هر سخن بد بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می رساندند. و حال نیز خوشا به حال شما، زیرا که خبر خوش را شنیدید و با ایمان فیض خدا را دریافتید. خوشا به حال شما، زیرا کلام خدا را خواندید و با وفاداری حکمت خدا را یافتید. خوشا به حال شما، زیرا پوری روح القدس را طلبیدید و با امید قوت خدا را یافتید. خوشا به حال شما، زیرا اراده خدا را پذیرفتید و با شادی ملکوت خدا را یافتید. خوشا به حال شما عزیزان که وفادار به کلام خدا و روح مقدس خداوندمون عیسی مسیح هستید.